سلام. غرب کابل بار دیگر گواهی یکی از رویدادهای مرگبار که درباره عاملان شک و تردیدهای وجود داره بود. حکومت افغانستان حمله انتحاری دیروز بر آموزشگاه کوثر را کار طالبان دانست، اما داعش مسئولیت آن را پذیرفت. معاون دوم رئیس جمهور از مردم میخواهد که یک پارچگیشان را حفظ کنند و آماده روزهای سخت و دشوار باشند. خواست سرور دانش از جامعه جهانی به ویژه امریکا و سازمان ملل متحد هم جلوگیری از کشتار بی‌رحمانه مردم افغانستان از سوی طالبان است. حمله بر آموزشگاه کوثر و دانش آموزان با واکنش های تند جهانی نیز روبرو شده. نهادهای پشتیبان کودکان این حمله را جنایت جنگی دانسته. سازمان ملل متحد نیز افزون بر جنایت دانستن این حمله بر پاسخگو قرار گرفتن عاملان آن تاکید ورزیده. اما آیا این حمله براستی کار داعش بوده؟ شک و تردیدها در این باره ناشی از چه هستند؟ چرا غرب کابل باید هدف داعشیان باشد؟ آیا تأمین امنیت این بخش پایتخت در توان و از اولویت های حکومت است؟ و در نهایت جلوگیری از تکرار چنین رویدادها به چه ساز و کار نیاز دارد؟ محور امشب ویژه همین رویداد و مسائل مرتبط با آن است. در بخش نخست آقای محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در برنامه مهمانم هستند. آقای محقق وقت بخیر. در غرب کابل با توجه به رویداد دیروز چه جریان داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا حادثه تاسفبار و فجیع انفجار در آموزشگاه کوثر دانش را و همه ملت مسلمان افغانستان خاصتاً خانواده های معظم شهدا تسلیت عرض میکنم و برای مجروحین شفای عاجل از خداوند متعال آرزو دارم. آمین. حادثه بسیار دردناک و تلخی بوده و مردم از این ناحیه شدیداً متاثر و نگران هستند که جنگ در ابعاد ضد بشری آن در افغانستان حالا تحول پیدا میکند. یک بار هست که جنگ با نظامی ها و رودررویی در میدان رزم است، او زیاد برای مردم دردآور اگر باشد هم طاقت فرسا نیست. اما ای که جنگ با کودکان و نونهالان و محصلین میشه، ای یک جنایت بشری هست و ای افکار عمومی را شدیداً متاثر میسازه، همچنانی که ای حادثه افکار عمومی افغانستان و جهان را متاثر ساخته است. غرب کابل هم بخشی از این انسان‌های هست. خب، در پس آنچه اتفاق افتاد و جریان داره کیست میدونین؟ البته طالبا او را به صورت ظاهری قضیه را رد کردن و یک گروه دیگر ساخته پرداخته دیگر به نام داعش مسئولیت باید به واقعیت قضیه نگاه کرد که چرا در چنین شرایطی یه حادثه غیر انسانی و ضد بشری واقع میشه. زمان است که 42 روز هیئت‌های افغانستان به قطر به سر میبره و با بی‌اعتنایی کامل طرف مقابل روبرو شده است و طرف مقابل که در یک تبانی بسیار مشکوک با جهان غرب، اینا خود را پیروز میدان احساس میکنند و لحاظا با دولت افغانستان آماده گفتگو نیستند. اما از سوی دیگر کسانی که در این راستا مقاومت میکنند اینها را همینا مطالعه میکنند. باید کوثر دانش را و حمله بر کوثر دانش را از چند جنبه باید او را نگاه کرد. اول کوثر دانش مرکز بروز استعدادهای بسیار
شایسته و استعدادهای فوق‌العاده است که مثال کانکور اولین نفر کانکور و ستاره کانکور افغانستان برآمده است کوثر دانش است و این جای است که مردم افغانستان را یا غرب کابل را در این عرصه بسیار برجسته ساخت. مسئله دوم این که کوثر دانش متعلق به جامعه هزاره و شیعه افغانستان است و جامعه شیعه و هزاره افغانستان در مقابل تروریسم و در مقابل هیولای استبداد موضع واضح روشن دارد. این حمله یک نوع جنایت است به خاطر تسلیمی گرفتن از جامعه شیعه و هزاره افغانستان که میگن شما اگر تسلیم نمیشین ما اینطور شما را نسلهایتان را نسلهای بیگناهتان را میکشیم. یک نوع چنگ و دندان نشان دادن از سوی طرف مقابل برای گرفتن تسلیمی مردم است. ولی خب این زیاد ما ای را یک کمال نمیدانیم و این را یک شجاعت و یک نوع پیروزی بر اونها نمیدانیم. در حقیقت شکست ذلتبار اونها میدانیم که اگر در میدان جنگ بسیار تلاش کردند در سراسر افغانستان حتی یک ولسوالی را هم گرفتن نتانستند دست به کشتار مردم بیدفاع و نونهالای محصل که در هیچ مذهب و مسلکی گناه ندارن و در هیچ جنگی این جنگ را جواز ندانسته با اونا جنگ شروع میکنن. در حقیقت جنگ تروریسم علیه دانش و علم و آگاهی و استواری درای عدالت و دموکراسی هست. اما طالبان دست داشتنشان را در این حمله رد کردن، داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته. چرا داعش که از دید طالبان دشمن پنداشته میشه مسئولیت چنین یک عمل کرده طالبان را بپذیره؟ از نظر ما داعش و طالبان زیاد متفاوت نیست، دو روی یک سکه هستند. طالبان گاهی وقت خود را به خاطر از این که آموزش داده شده که شما خود را صلح‌خواه نشان بدین و حرف صلح بزنین تا اینه که گویا کسانی که با اونا در تبانی هستن و با اونا معامله کردن اینا را بتانه قابل قبول برای افکار عمومی بسازن، ولی چهره اونا را مردم دنیا هم شناختن و مردم افغانستان هم شناختن. با این نسل کشی ها و با این کودک کشی ها هیچ چیزی عوض نمیشه و مردم چهره جانیان و تروریسم بین المللی را شناختن. بسیار خوب، تأمین امنیت غرب کابل که با کنون از تحولات ناشی از مذاکرات صلح بیشتر با تهدیدها روبروست و از طالبان پایان یافته اعلام میشه در چنین حمله ها و داعش هست که میپذیره که در پس این حمله هاست، اولویت به تأمین امنیت این بخش وجود داره؟ ما از حکومت افغانستان می خواهیم که برای حمایت از مراکز دینی، مراکز آموزشی و مراکز مدنی کابل، خصوصا غرب کابل حمایت کنند. مردم کابل را در برابر مهاجمین برشان تجهیزات بدن. مردم باید هم درس بخوانند و هم اطراف آموزشگاهشان را و اطراف مکتبشان را مانند سنگر استقامت کنند، چون اینها دشمنان علم و دانش و دشمنان انسانیت هستند که میان بالای مکتب و مدرسه و آموزشگاه حمله میکنند. باید اینها را مجهز کنند و مراکز آموزشی و مراکز علمی و دینی و همهشان را تجهیز کنند و همچنین برای غرب کابل یک توجه ویژه شود که اینها در اطراف مناطقشون را کلن استحکامات کنند و از حضور و نفوذ دشمنای مردم افغانستان که گاهی در چهره طالب ظاهر میشه، گاهی هم نام داعش سر خود میگذارن، گاهی یک نام دیگه، در برابر از اونا بتون از خود دفاع کنه و همچنین حکومت باید قاطعانه در برابر تروریسم استاد شود.
از این دودلگی نجات پیدا کنن و کمر مردم رو که باز کردن، اینمی مذاکراتی که دنیا با اینا کردن و اینا رو بردن از یک گروه تروریستی بدنام تبدیل کردن به یک گروه مشروع که در برابر از میان مانند یک دولت رسمی با برخورد میکنن، از این حالت بره مردم و چهره اینا رو بشناسن که اینا اونمو کسانی هستند که دیروز جنایت میکردن و امروز هم جنایت میکردن. اما بس مسلح سازی مردم نخواست در گذشته تجربه شده اثر گذار نبوده، بلکه فاجعه هم خلق کرده. دو، با چنین روی کرده عملا مردم را در برابر دشمن قرار میتیم که به مردم بیشتر خطر آفرین خواهد شد. مردم در تمام طول تاریخ افغانستان مردم بودن که از افغانستان دفاع کردن. در هر دوره ای که چه دشمن داخلی چه دشمن خارجی دفاع کردن و میکنن، ما در طول 40 سال گذشته هم مردم دفاع کردن از افغانستان. اما نتیجه داشت؟ شما تجربه های را خودتان گواه هستین که ناشی از وجود جنگ افزار نزد عام بوده. اوائل صحبتت قطع شد، ولی من اگر کمی اطراف میدم که شما میگین جنگ افزار در دست مردم عامل یعنی مشکلات بوده، و ما کاملا با این مسئله مخالف هستیم. اردو، پلیس و امنیت ملی ما باید مستحکم باشند، اما در کنار از مردم باید پشتیبان نظام باشند. اگر مردم به تفاوت نشستن، اینی حوادث رخ میده. در اوائلی که گروه به نام داعش ظاهر شد و مسجدها را زدن، یادتان هست که 3-4 سال پیش، اما مردم در برابر شستاد شدن، مساجد و مراکز دینی مجمع مسلح شدن و مهاجمین را در بیرون از مسجدها به سزای عملشان رساندن و او مسئله خاموش شد. و یعنی موج دیگه ای که شروع شده ایرا هم به خاطر انتقام از استادگی مردم در برابر تروریسم و در برابر هیولای استبداد، این انتقام از این مردم میگیرن. لذا مردم باید از خود دفاع کنن. بسیار خوب، واکنش ها به این حمله را دیدین؟ حکومت در یک اعلامیه به کل رویدادها به شمول رویداد دیروز در غرب کابل واکنش نشان داده، یعنی یک کلیگویی شده. خلیلزاد که به صلح افغانستان را به گونه از جانب امریکا رهبری میکند، در تازه ترین تویت هایش درباره افغانستان به مسئله کشته شدن کودکان در تخار پرداخته و از رویداد دیروز هیچ یاد نکرده. معنادار است؟ آقای خلیلزاد اهداف خود دنبال میکنند. از این صحبت ها و از پروسه سولی که را انداختن، اونا مقاصد خود دارن. اونا در افغانستان کدام کسی از اونا کشته نمیشن، کدام مشکلات سر از اونا نمیان، و این حوادث آنچه را که متاثر میسازد مردم افغانستان را متاثر میسازد. آنها ظاهرن که پروسه شان به سوی دیگه پیش میره، اونا مجزا از مردم افغانستان، منافع مردم افغانستان فکر میکنن، او مربوط به خودش است. بسیار خوب، در بحث واکنش حکومت سلسله محکومیت ها ادامه داره. زمان دست به کار شدن و اقدام عملی فرا نرسیده؟ من عرض کردم که هم دولت باید در برابر تروریسم محکم ایستاد شود و هم مردم مجهز شوند. اگرچه حالا مردم ما مجهز نیستن، یعنی می حوادث که رخ میتن به خاطر که اینا مجهز نیستن. اگر اینا مراکز دینی و آموزشی و مدنیشان مجهز باشه و استحکامات داشته باشن، این حوادث رخ نمیتن. باید حکومت یک تدابیر ویژه ای را برای حمایت از مردم بگیره و عاجل بگیره. تشکر بسیار آقای محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، از حضورتان در برنامه.